سوره کهف جزء 15 آیه 28 تا 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می خوانند و تنها وجه او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي پیامبر، بگو این قرآن حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد. ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده اش آنان را از هر طرف احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند، آبی همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند برای آنان می آورند. چه بد نوشیدنی و چه بد آرامگاهی است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. به درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، همانا ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آنها کسانی هستند که بهشت های جاویدان از آن ایشان است، بهشت هایی که نهرها از زیر کاخ ها و درختان آنجاری است. در آنجا با دستبند هایی از طلا آراسته می شوند و لباس های فاخر سبز رنگ از حریر نازک و زخیم در بر می کنند، در حالی که بر تخت ها تکیه زده اند. چه پاداش خوبی و چه منزل نیکو و خوبی است. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. و ای پیامبر، برای آنها مثالی بزن.
مثال آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گردا گرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن زراعت قرار دادیم. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. هر دو باغ میوه آورده بود، میوه های بسیار و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن دو باغ نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. صاحب این دو باغ میوه های بسیار و درآمد فراوانی داشت، پس به همین خاطر با دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد گفت: من از لحاظ ثروت از تو بیشترم و از لحاظ نفرات نیرومندترم.